سلام میگم به شما بینندگان عزیز. شهلا دانشور هستم، برنامه سازمانده رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال همه شما خوب باشه و اوقات خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. برنامه سازمانده رو از سر شروع دوباره برای دور جدیدش رو تو برنامه ها گذاشتیم. قبلا حتما این برنامه رو خیلی از شما دیدید، دوستان بسیاری با این برنامه همکاری میکردن. برنامه بود که ما تلاش داشتیم به سوالات شما تو زمینه های مختلف پاسخ بدیم، بنا به ضرورت مسئله دوباره از سر گرفته شد. خیلی خوشحالم که دوباره این برنامه رو داریم و پای صحبت شما میشینیم. این برنامه تلاش داره به مسئله سازماندهی در عرصه های مختلف، چگونه میشه با حس فعالیت کرد، چگونه میشه عضو این حس شد، یه فعالیت امن و ادامه کار به چه شکلی میتونه باشه، تو عرصه های مختلف مبارزه چطور میشه سازماندهی داشت و متشکل عمل کرد، در محلات، در کارخانجات، در دفاع از زندانیان سیاسی، سازماندهی کمپین های اعتراضی و در واقع سازماندهی اعتراض و ابعاد وسیع. همه اینا مسائلی هست که ما تو این برنامه در مورد صحبت و گفتگو خواهیم داشت. پای صحبت دوستان مختلف میشینیم، از تجربیاتشون میشنویم. پای صحبت شما عزیزان میتونیم بشینیم و میتونید برای این برنامه نامه بنویسید، سوالاتتون رو طرح کنید، تجربیاتتون رو بنویسید و به این ترتیب بتونیم یه برنامه مفید و موثری رو به پیش ببریم. در اولین برنامه دور جدید حمید تقوایی رو داریم در مورد سازماندهی حزبی در داخل ایران و اساساً سازماندهی به چی گفته میشه و تو جنبه های مختلف سازماندهی، رابطه سازماندهی حزبی با سازماندهی در عرصه های مختلف اجتماعی، تو تمام این جنبه ها نظر ایشون رو میشنویم. حمید تقوایی رو با تصویر توی برنامه داریم. سلام میکنم حمید تقوایی، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید و تو این برنامه شرکت میکنید. منم تشکر میکنم، با سلام به شما و به بینندگان برنامه. حمید تقوایی، همونطور که در معرفی بحث گفتم، اولین سال ما در رابطه با سازماندهی حزب تو داخل ایران هست و اولین سوال اینه که به چه چیزی اساسا سازماندهی میگید شما؟ منظورم از سازماندهی یک عمل مبارزاتی معینه، سازماندهی پراتیک ما در اصطلاح حزبی بهش میگیم. سازماندهی قبل از هر چیز یعنی اینکه یک حرکت اعتراضی رو، حالا این حرکت اعتراضی میتونه اهداف متفاوتی یا شعارهای متفاوتی داشته باشه، در عرصه‌های مختلفی باشه، این رو ما این حرکت رو سازمان بدیم، یعنی دست به یک سری اقداماتی بزنیم که فعالیت متحد و متشکل در اون عرصه برای کسانی که اون امر رو دارن، اون مسئله رو دارن، تسهیل بشه و پیاده بشه و انجام بشه. این رو ما بهش میگیم سازماندهی. به طور خلاصه بخوام بگم سازماندهی برای ما قبل از هر چیز یعنی سازماندهی یک عمل مبارزاتی معین در هر عرصه ای، علیه نظم موجود، علیه حکومت، یا برای خواستا و مطالبات آزادی خواهانه، برابری طلبانه در عرصه‌های مختلف، خواستای رفاهی، خواستای مشخص در جنبش کارگری، در جنبش رهایی زنان و غیره و غیره. سازماندهی در نهایت و به اصطلاح در یک سطح پایه‌ای در هر حال سازماندهی یک پراتیک یا یک عمل مبارزات معین هست در یکی از عرصه‌های که کل این نظام یا در مقابل وضع موجود یا گوشه‌ای از وضع موجود اعتراض داره و میخواد اون رو عوض کنه در جهت شرایط بهتر برای زندگی مردم. این رو این به طور خلاصه تلقی ما از سازماندهی هست. بله، شما به نوعی به سوال دیگه که من الان به نظرم اومد پاسخ دادید. چه اهمیتی داره تو زندگی واقعی مردم مسئله سازماندهی، سازماندهی پراتیک؟ شما جایگاه این رو چی میبینید؟ همونطور که اشاره کردم سازماندهی وقتی ما از این سر یعنی از زاویه سازماندهی عمل مبارزاتی نگاه کنیم، اون موقع تأثیرش بر زندگی مردم کاملا روشنه.
ببینید ما فرض میگیریم که در جامعه اعتراض هست، مبارزه هست، در همه جوامع، نه تنها در جمهوری اسلامی که از هر گوشه و زوایاش شما نگاه کنید اعتراض و نارضایی از وضع موجود و حرکت برای تغییر وضع موجود رو مشاهده میکنید، بلکه در همه دنیا، در همه نظامهای سرمایه‌داری در حال مبارزه و اعتراض رو باید فرض گرفت. این مبارزه و اعتراض نیروهای واقعی در جامعه هستند که این امر رو به پیش میبرن برای اینکه در نهایت برای اینکه وضع بهتری داشته باشن، برای اینکه این شرایط موجود و وضعیت موجود رو مطلوب نمیدونن. فقر، بیحقوقی، انواع به اصطلاح تبعیضات، تفاوت‌ها، نابرابری‌ها، اختناق، سرکوب، تمام اینها وجوه مختلف وضعیت اجتماعی و سیاسی فرض کنید در ایران امروز است و در همین عرصه هم اعتراض و مبارزه وجود داره. در هر حال هر جا که تبعیضی هست، نابرابری هست، اختناقی هست، بیحقوقی هست، اعتراض و مبارزه علیه اون هم وجود داره و بعد این رو فرض گرفت. و این اعتراض و مبارزه برای بهبود شرایط هست طبعا، برای اینکه اون بیحقوقی، اون تبعیض، اون نابرابری، اون اختناق از بین بره و مردم بتونن راحت تر، بهتر زندگی کنن و خواستهای برحق خودشونو به اصطلاح بهش برسن، متحقق کنن. به این معنی سازماندهی پراتیک، سازماندهی اعتراض خیلی بیواسطه و مستقیم مربوط میشه به تلاش هر روزه‌ای که مردم، کارگران، زنان، جوانان، بخش‌های مختلف جامعه برای بهتر کردن وضعیت زندگی خودشون و علیه مصائب و نابرابری ها و تبعیضات و ستم های موجود به پیش میبرند. سازماندهی پراتیک در واقع در محور این قضیه قرار میگیره و فلسفهش رو و بسیار نقطه عزیمتش و اساسش رو قرار میده به متحد کردن، متشکل کردن اعتراضات و مبارزاتی که فلحال در جامعه وجود داره برای بهتر کردن شرایط زندگی بخشی از جامعه یا کل جامعه. بله، شما میگید سازماندهی پراتیک، سازماندهی اعتراض، این همونه که مثلا خیلی وقتا گفته میشه که تبلیغ، ترویج، آگاهی، رابطه اینا با هم چیه؟ بله، همونطور که اشاره کردید، خب به طور بسیار سنتی معمولا در جنبش چپ اینطور گفته میشه که تبلیغ، ترویج، سازماندهی، و اگر این به اصطلاح ترتیب این کلمات چیز رو نشون بده این است که ظاهراً سازمانده اینجا بعد از تبلیغ و ترویج و آگاهگری قرار میگیره. ما فکر میکنیم این درست نیست. این حتما تبلیغ، ترویج، آگاهگری جزی از کار فعالیت مبارزاتی هست، ولی این به این معنی نیست که شما اول میرید آگاه میکنید و بعد بر مبنای آگاهی سازمان میدید. ما فکر میکنیم رابطه برعکسه. ما فکر میکنیم به طور واقعی تو دنیای واقعی اول اعتراض و مبارزه‌ای هست و مردم میخوان مبارزه و اعتراض بکنن برای اینکه ظلمی هست، ستمی هست، نابرابری هست، بیحقوقی هست، فقر هست. مردم به طور خود به خودی، حالا اگه بتونیم بگیم به طور طبیعی، از علیه این مصائب بلند میشن، اعتراض میکنن و سازماندهی درست همینجا وارد میشه. سازماندهی اعتراضات و مبارزاتی که همونطور که گفتم باید فرض گرفت وجودشون در جوامع سرمایه‌داری، باید اینو فرض گرفت، چون در تمام جوامع سرمایه‌داری تبعیض و نابرابری و مصائب مختلفی هست، بخش‌های مختلف جامعه معترضند. سازماندهی درست اینجا وارد تاثیر میشه. ولی آگاهگری چیه؟ به نظر من آگاهگری امری است که بر متن مبارزه، بر متن سازماندهی پراتیک معنی و جایگاه واقعی خودش رو پیدا می‌کنه. یعنی مردمی که توده‌های کارگر یا زحمتکش یا زنان یا جوانان یا بخش‌های معترض مختلف جامعه که میخوان این وضع رو تغییر بدن، میخوان علیه مصائب و نابرابری ها و بیعدالتی ها بلند بشن و این امر رو در دست میگن که این شرط رو عوض کنن، این مردم احتیاج به آگاهی دارن. باید عمیقا مسائل رو بشناسن، بعد ریشه مسائل رو بشناسن، بعد بدونن به چه شیوه هایی باید مثلا این مسائل رو برطرف کرد، راه حل چیه و اساس مسئله کجاست، مسئولین کیا هستن، چرا این وضعیت هست. به این ترتیب آگاهگری یعنی جواب به همین سوالاتی که همه مستقیما یا بالاخره غیر مستقیم، ولی در حال همین سوالات برمیگرده به امر مبارزاتی که مردم میخوان
به پیش ببرم. بنابراین آگاهگری در خلا معنی نداره. آگاهگری اینطور نیست که مثلا فرض کنید فیزیک و شیمی و علوم طبیعی یا دی میخوان برای جواب دادن به کنجکاویاشون یا برای بهتر شناخت بهتر طبیعت یا برای تولید به اصطلاح امکانات رفاهی در جامعه غیره باید علم معینی رو داشت، باید مثلا فیزیک یا شیمی یا مکانیک یا علوم مختلف رو فرا گرفت. در عرصه مواضع اجتماعی آگاهگری به این ترتیب آبستره و انتزاعی مطرح نیست، بلکه آگاهگری مستقیما مربوط میشه به امر مبارزاتی و پراتیک مبارزاتی که جامعه یا طبقه کارگر یا بخشای مختلف تحت ستم در جامعه امر خودشون میدونن میخوان به پیش بیارن. به این ترتیب اگر بخوایم اون ترتیب بگیم، به نظرن ابتدا باید سازماندهی رو گذاشت، ابتدا مبارزه رو باید فرض گرفت. مبارزه چیز داده شده است، اعتراض یک چیز داده شده است، این رو باید سازمانده. بنابراین مبارزه، سازماندهی، آگاهگری، اگر من بخوام ترتیبی بشمارم، به نظرن این ترتیب به طور واقعی تری، به طور درستری واقعیت رو منعکس میکنه. مبارزه، سازماندهی و آگاهگری. این آگاهگری به نوبه خودش باعث میشه که مبارزه عمیق‌تر بشه، متحدتر بشه، قویتر به پیش بره و بتونه به پیروزی برسه. بدون آگاهی طبعا هیچ مبارزه نمیتونه پیروز بشه، ولی آگاهی شروع مبارزه نیست. در ستم، تفاوت، مصائب مختلف جامعه نقطه شروع مبارزه است. مردم دست به مبارزه میزنن برای اینکه میخوان این زندگی رو قبول ندارن و میخوان زندگی بهتری داشته باشن و اون موقع نیاز به آگاهی پیدا میکنن. بعد آگاه باشن، بعد بدونن ریشه مسائل چیه، بعد بدونن چطور بعد علیش مبارزه کرد، بعد بدونن چرا این مسائل هست، بعد بدونن راه حل چیه. و به این اعتبار آگاهی امری است که در دل مبارزه مطرح میشه و کاملا ضروریه برای به پیروزی رسیدن این مبارزه. اینطور که من بحث رو دنبال کردم، شما از سازماندهی پراتیک، سازماندهی اعتراض صحبت کردن، یعنی در واقع سازماندهی یه توده عظیم جامعه رو دارید اینجا طرح میکنید. خب رابطه این نوع سازماندهی، سازماندهی اعتراض، سازماندهی کمپینا، سازماندهی بر سر خواستا با حزب، سازماندهی در حزب، اینا چه رابطه‌ای دارن، چه جایگاهی دارن و این رو چطور توضیح میدید؟ سازماندهی در حزب هم اگر از همین مثلا با همین نقطه نظر، با همین نوع نگرش به امر سازماندهی حرکت کنیم، سازماندهی حزب هم در نهایت سازماندهی حول یک پراتیک معین هست، یک اعتراض معین. منتها اون پراتیک و اعتراض معین، اعتراض علیه کل نظام سرمایه‌داری برای به اصطلاح امهای این نظام، برای خلیت سیاسی و اقتصادی از طبقه سرمایه‌دار و برای به اصطلاح به جای اون نشون دادن یک جامعه سوسیالیستی آزاد، برابر و انسانی هست. این اون پراتیکیه که به نظر من حزب حولش معنی پیدا میکنه. به عبارت دیگه حزب یک تشکل معینی هست برای سازماندهی مبارزه علیه کل نظام سرمایه‌داری در تمام وجوه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ذهنی و عینی، به اصطلاح در تمام وجوه. حزب سازمانی هست، تشکلی هست برای سازماندهی مبارزه علیه کلیت نظام سرمایه داری. بنابراین به این ترتیب میبینید حزب رو هم ما بر مبنای آگاهی یا ایدئولوژی یا مکتب یا مثلا فرض کنید مارکسیسم و غیره تعریف نمی کنیم. حزب رو هم سازمانی میدونیم برای پیشبرد یک پراتیک معین، و هر کی در این پراتیک سهیمه، هر کی این پراتیک امرش هست، این مبارزه علیه کل نظام سرمایه‌داری امرش هست و میخواد فعالیت کنه، به نظر ما جاش توی حزب کمونیست کارگریه و حزب ما حزب سازمانده این پراتیک هست. بعد حالا این حزب البته احتیاج به تئوری داره، احتیاج به آگاهی داره، احتیاج به برنامه داره، احتیاج به یک به اصطلاح سیستم فکری منسجم، رادیکال، حقیقی، واقعی داره که ما بهش میگیم اون سیستم، بهش میگیم مارکسیسم. همه اینا وارد تاثیر میشه، ولی اینجا هم نقطه عزیمت ما این هست که حزب رو حول این پراتیک تعریف میکنیم. ما حزب رو حول مارکسیسم تعریف نمیکنیم، حزب رو حول ایدئولوژی، حول طرز فکر، حول به اصطلاح باورهای اقتصادی، سیاسی و
اجتماعی تعریف نمی کنیم. حزب رو حول پراتیک برای امهای نظام سرمایه‌داری و تحقق سوسیالیسم تعریف می کنیم. این تعریف حزب هست. برای این امر اون وقت طبعا مارکسیسم لازمه. بدون مارکسیسم این مبارزه به جایی نمیرسه. برای این امر برنامه لازمه. برای این امر یک سیستم فکری معینی، یک جهانبینی، یک نگرش معینی به دنیا لازمه که وجوه فلسفی داره، وجوه اقتصادی داره، وجوه سیاسی اجتماعی داره. فرض کنید کتاب کاپیتال که نقد عمیق سرمایه‌داری هست، اون وقت جای خودش رو میگیره، پیدا میکنه در این سیستم، برای که مبارزه برای محو و الغای نظام سرمایه‌داری، کار مزدی و استثمار بدون مجهز بودن به یک تئوری عمیقی که ریشه های مسئله رو بشناسه و بگه چطور میتونه این رو برطرف کرد، ممکن نیست. و این تئوری عمیق در کتاب کاپیتال مارکس به روشنی توضیح داده شده و همینطور وجوه مختلف مبارزه. من فقط یک مثال خواستم بزنم که چطور آگاهی مارکسیستی اینجا دیگه برجسته و مهم میشه. ولی اهمیت تا اونجایی که به بحث سازماندهی برمیگرده، اهمیت این برخورد و تبیین ما این است که ما سازماندهی رو حول کتاب کاپیتال یا حول مارکسیسم یا حول برنامه حزب و غیره تعریف نمی کنیم، بلکه سازماندهی رو حول اون امر مبارزات معین تعریف می کنیم که اون امر هست امهای نظام سرمایه‌داری در تمام وجود سیاسی و اقتصادی و اجتماعیش. هر کس این امرش باشه، اون وقت به اصطلاح مشمول سازماندهی حزبی میشه و از نظر ما عضو حزب و جاش در حزب است. این هم به این معنا میخوام بگم در سازماندهی حزبی هم همونطور که به اصطلاح جزئی میشه از اون تعریف عمومی تری که از سازماندهی به دست دادم، یعنی سازماندهی پراتیک مبارزاتی و پراتیک اجتماعی. بله، همیشه سنتاً وقتی صحبت از سازماندهی میشه، یک سازماندهی توده‌ای است، و سازماندهی تو عرصه‌های اجتماعی است، مثلا سازماندهی توده‌ای در جنبش کارگری، در نمیدونم در رابطه با مبارزه علیه تبعیض علیه زن، تو عرصه‌های مختلف، و یه سازماندهی حزبی. شما چقدر به این تفکیک قائلید و رابطه‌اش چطور می‌بینید؟ خب این یه تفکیک واقعی هست، یعنی ما هم طرحهای معینی داریم، یک امرمون، یک وظیفه‌مون سازماندهی توده‌ای هست، سازماندهی تشکل‌های توده‌ای، و یک امرمون سازماندهی خود حزب هست. منتها مسئله اینه که این دوتا در زندگی واقعی کاملا به هم تعیین شده و به هم مربوطن. این همونطور که گفتم، وقتی از سازماندهی حزبی صحبت می‌کنیم، یعنی سازماندهی پراتیک اجتماعی برای نفی سرمایه‌داری، برای خلأ‌ید سیاسی و اقتصادی از طبقه سرمایه‌دار، برای لغو کار مزدی، برای لغو استثمار، این رو بهش میگیم سازماندهی حزبی. هر کس حول این بخواد سازماندهی کنه، مثلا فعالیت کنه، جاش توی حزبه. ولی از اون طرف سازماندهی های غیر حزبی هم داریم که علیه فرض کنید ستم بر زن، برای مطالبات مشخص، مثلا افزایش دستمزد در خود جنبش کارگری، برای رهایی فرض کنید بخش های تحت ستم در جامعه، برای رفع بیحقوقی ها، برای رفع تبعیضات، در دفاع از حقوق کودک، فرض کنید برای لغو مجازات اعدام، برای جدای مذهب از دولت و غیر و غیره. یک لیست مفصلی هست از خواستا و مطالبات برحق و آزادی خواهانی که همونطور که گفتم در جامعه هست، علیش داره مبارزه میشه و غیره. مسئله اینه که آیا اینها به مبارزه حزبی مربوطن؟ مثلا کاملا مربوطن. اینها میتونی بگم اینها عرصه‌های نبردهای معینی هستند که همه در نهایت جبهه‌های مختلف یک جنگ طبقاتی هستند. اینها نبردهای مختلفی هستند در دل جنگ علیه کل نظام سرمایه داری. دلیلش هم روشنه. اگر در جامعه امروز اعدام هست، اگر در جامعه امروز مذهب اینطور در دولت و در زندگی مردم دخالت میکنه و زندگی مردم رو به این ترتیب به قهقرا کشیده، اگر امروز کودک بی حقوق هست در جامعه، اگر امروز سرکوب هست، زندان هست، شکنجه هست، اگر امروز انواع مصائب اجتماعی مثل اعتیاد، مثل فحشا، مثل دزدی و جنایت و غیره وجود داره، ریشه همه اینها نظام سرمایه‌داری هست. در نهایت برای نظام سرمایه‌داری هست، ضروری هست که اعدام رو حفظ کنه، سرکوب رو حفظ کنه، برای اینکه میخواد استثمار رو حفظ کنه. به این معنا اون مبارزه علیه استثمار که مبارزه ما کمونیست‌ها هست، مبارزه‌ای که هست که همونطور گفتم حول حزب رو سازمان میدیم، اون مبارزه در واقع مبارزه هست که ریشه همین مسائل رو نشانه گرفته. ولی در
جهان واقعی اینطور نیست که توده مردم میگن خب اگر اینطوره ما هم بریم علیه ریشه مسائل یعنی سرمایه‌داری مبارزه کنیم امر ما هم متحقق خواهد شد. به طور واقعی این پیش نمیره. بالاخره سرمایه‌داری در ابعاد مختلفی تبعیض، بیحقوقی و مصائب رو در جامعه دامن میزنه و در ابعاد مختلفی مورد چالش قرار میگیره. از طرف اون بخشش اون جامعه که اون ستم برش وارد میشه. فرض کنید در جامعه ایران 50% جامعه ایران یعنی زنان علیه ستم برزن که دیگه در جمهوری اسلامی از ستم هم فراتر رفته. بعد گفت علیه توهین و تحقیر نسبت به زنان، علیه بیحقوقی مفرد نسبت به زنان 50% جامعه مستقیما ذینفه و فعاله. و در کنار اونها البته تمام مردان جامعه هم که خواهان آزادی هستن به درست بدون آزادی زن فکر میکنن جامعه کلا آزاد نیست، اونها هم فعالن. ولی تا اونجا که به این ستم مشخص مربوط میشه قربانیانش در درجه اول زنان هستن و این زنان فعالن و علیه این دارن مبارزه میکنن. خب این یک جبهه، یک عرصه اصلی مبارزه علیه سرمایه‌داری هست، چون سرمایه‌داری هست که این وضعیت رو ایجاد کرده. یا فرض کنید علیه مذهب، مبارزه وسیع که علیه مذهب و مذهب هست، خواست عمیق جدای مذهب از دولت، از آموزش و پرورش، از قوانین قضایی و غیره، این یک خواست توده‌ای در جامعه هست و به نظر من جامعه ایران امروز یکی از ضد مذهبی ترین جوامع هست. سوال اینجاست ریشه این مذهب چیه؟ ریشه این مذهب دیگه جوامع قرون وسطایی و نظام‌های ارباب رعیتی و فئودالی نیست. ریشه مذهب امروز اینکه مذهب در سیاست دخالت میکنه و به این ترتیب در جامعه ایران 30 سال داره حکومت میکنه، سرمایه‌داری قرن 21 هست و نه هیچ چیز دیگری. به این اعتبار هم میبینید که در مبارزه علیه سرمایه‌داری یک جبهه مشخص باز میشه به اسم جبهه علیه مذهب، مبارزه علیه مذهب. من همینطور الان وقت کمه، مثال‌های متعددی میشه زد که چطور فرض کنید مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، مبارزه علیه مجازات اعدام، مبارزه برای حقوق و آزادی های بی قید و شرط، تعصب، تحصن، مبارزه، اعتراض، اعتصاب، تمام اینها گره میخوره به مبارزه علیه سرمایه‌داری. یا همونطور که گفتم جبهه های مشخصی هست، نبرد های مشخصی هست از اون جنگ استراتژیک ما علیه کل سرمایه‌داری. به این اعتبار در تمام این عرصه سازماندهی این مبارزات در خود امر مهمی میشه، نه فقط به این خاطر که در خود امر انسانی رو پیش میبرن، مثلا میخوان تبعیض نسبت به زن بر بیفته یا میخوان مجازات اعدام ممنوع بشه، بلکه به این دلیل هم که اینها همه در نهایت دارن سرمایه‌داری رو به چالش میکشن، در مقابل نظامی قرار میگیرن که این نظام لازم داره اعدام رو، لازم داره ستم بر زن رو، لازم داره انواع تبعیضات مختلف رو برای اینکه سود و سودآوری خودش رو تضمین کنه. بنابراین تا اونجا که به واسه سازماندهی مربوط میشه اینها در هم تعیینده شدن. به طور واقعی در تجربه عملی کاری که باید کمونیست ها بکنن و حزب ما در عرصه سازماندهی پیش میبره این هست که در تمام این عرصه ها این امر رو امر طبقه کارگر میدونه، امر کمونیست ها میدونه، مثلا فرض کنید امر لغو مجازات اعدام، امر جدایی مذهب از دولت رو، امر دفاع از حقوق کودک رو، امر دفاع از حقوق پناهندگان رو، امر علیه سنگسار رو، علیه قوانین شرعی ایستادن رو، امر مبارزه علیه جنبش اسلام سیاسی در تمام دنیا رو، همه اینها رو امر طبقاتی میدونه، امر طبقه کارگر میدونه در مبارزه علیه سرمایه‌داری و برابری سازماندهی در تمام این عرصه ها رو در لیست وظایف خودش قرار میده که حزب کمونیست کارگری خیلی فعال در خیلی از این عرصه‌ای که الان اسم بردم مشغول فعالیت کرده، سازمان داده و این امر رو پیش بره و در این حال هر یک از اینها رو نبردی میدونه، یکی از عرصه‌های نبرد میدونه در راه الغای کل رژیم نظام سرمایه‌داری و به طور واقعی اینها به هم مربوطن. یعنی اون فعالی که میاد در عرصه فرض کنید علیه اعدام مبارزه میکنه و به کمپین ما علیه اعدام میپیونده یا به جنبش علیه برای آزادی زن میپیونده یا به جنبش علیه مذهب میپیونده یا به جنبش علیه اسلام سیاسی، فرض کنید در انگلستان علیه قوانین شریعه الان ما داریم مبارزه رو پیش میبریم، میپیونده، در عمل و در این روند در این پروسه مبارزه اون وقت اینجا میاد و ما تلاش میکنیم که حقایق رو بهش بگیم. حقیقت این هست که جنبش اسلام سیاسی ضروری شده به خاطر که سرمایه‌داری میخواد در جوامعی مثل ایران سلطه خودش رو حفظ کنه. حقیقت این است که مبارزه اعدام الان رایج در کشورهای مثل ایران و رکورددار اعدام هست به خاطر که سرمایه‌داری باز میخواد
سلطه و حاکمیت خودش حفظ کنه. به این ترتیب آگاهگری اینجا نقش اساسی پیدا میکنه، یعنی این رابطه‌ای که وجود داره بین مبارزات در تمام این عرصه ها با اون مبارزه اساسی که ما علیه سرمایه‌داری پیش بریم. و به این ترتیب از همه این نبردها سرباز، اینطور میتونم من با این تمثیل بگم، سربازانی که در این نبردها وارد میشن بالاخره اون جنگ رو میبینن، یا اون بخشی از اونها که میخوان به طور پیگیر مبارزه کنن بالاخره متوجه میشن که این گوشه ای از یک جنگ اساسی تری هست، و اون وقت به ارتش اون جنگ یعنی حزب کمونیست کارگری میپیوندن. و ما بسیار در تجربه عمل داشتیم که در مبارزه برای مثلا برای دفاع از حقوق پناهندگان کسان زیادی میان و بالاخره به عضویت حزب در میان و در اون جنگ شریک میشن، از مسئله مشخص حقوق پناهندگی شروع میکنن و متوجه میشن بعد جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد تا بالاخره مسئله پناهندگی به طور پایه‌ای ریشه‌ای حل بشه. و همینطور در دفاع از حقوق کودک، همینطور در دفاع از حقوق زنان، همینطور در مسئله سنگسار، در مسئله اعدام، بسیاری از فعالین هستن که در این عرصه جلو میان، پا به جلو میذارن و در نهایت به اون جنگ اساسی ما یعنی به حزب ما میپیوندن برای لغو نظام سرمایه‌داری. میخوام بگم رابطه خیلی تنگاتنگی به این معنا وجود داره بین اون مبارزه حزبی و سازماندهی حزبی علیه کل نظام سرمایه‌داری و سازماندهی همه عرصه‌های این عرصه‌های معین علیه مصائب نظام سرمایه‌داری. بله، آخرین سوال، دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. خب وقتی یه نفر اعلام آمادگی عضویت تو این حزب میکنه، در واقع مثل یه جنبندی میشه گفت، اولین صحبت شما با اون چیه؟ چطور اونو سازمان میدید؟ البته این بحث مفصلی برنامه های مختلف کمیته سازمانده به این اختصاص خواهد داشت، ولی شما با عنوان یه جنبندی اولین صحبتتون به یه نفر که میخواد عضو این حزب بشه چه انتظاری از یک عضو حزب دارید بفرمایید. خب اولین نکته ای که باید با عضو حزب در میون گذاشت این هست که تو چه بخشی در چه عرصه‌ای از این نبردها میخواد فعال باشه. چون ببینید من اگر اینطور که من الان از سازماندهی صحبت کردم شما در نظر بگیرید که به طور واقعی هم همینطور پیش میره مسئله، این کسی که اومده عضو حزب شده بالاخره یه درد معینی داره، میخواد یه کار معینی بکنه. اگر حزب و حزب به اصطلاح از سر آگاهی شروع نکنه، که ما به هیچ وجه در سیاستمون این هست، در سیاست عضوگیریمون این نیست که بریم ببینیم عقاید کسی که به طرف ما اومده چی هست، بلکه میخوایم ببینیم پراتیک و مبارزش چی است. و از سر این مبارزه که نگاه کنید، کسی که میاد به حزب نزدیک میشه بالاخره یا عرصه فعال در جنبش، یا فرد فعال در جنبش کارگریه، یا در جنبش علیه اعدامه، یا برای در جنبش رهایی زنه، در جنبش علیه برای دفاع از حقوق کودک، در جنبش پناهندگی، در این جنبش ها درگیر فعاله و رسیده پشت در حزب و میگه میخوام من عضو حزب بشم. طبعا اولین وظیفه حزب، اولین کار ما این هست که اون فردی که عضو حزب شده در اون جایگاه معینی که به اون اعتراض و جنبش و معینی که امرش هست مربوط میشه سازمان بدیم، یعنی پراتیکش رو تسهیل کنیم، با همرزمانش در یک سازمان قرار بدیم، در یک تیم قرار بدیم، متحدش کنیم با کسانی که اونها هم امرشون این هست، و به این ترتیب تسهیل کنیم امر مبارزشون. این اولین اقدامیه که اولین وظیفی که حزب در قبال هر عضو جدید داره. و بعد در قدم بعد اون وقت اون آگاهی گری که گفتم اینجا پیش میاد. ما در حال یک حزبی هستیم که معتقدیم مارکسیسم حقایق دنیای ما رو توضیح میده، به خصوص مارکسیسم هست که اون علم و اون اسلحه مبارزه ما هست علیه نظام سرمایه داری، به معنی که نقد خودمون رو به نظام سرمایه داری تعمیق کنیم، به طور همه جانبه بشناسیم که بتونیم بهتر مبارزه کنیم. بنابراین هر فعالی که میاد عضو حزب میشه در قدم بعد از اینکه ما سازماندهیش میکنیم در اون مکان و در اون موقعیت واقعی که بتونه مبارزش رو تسهیل کنه، اون امر معینش رو بهتر به پیش بره، در عین حال باید کمکش کنیم که اون امر رو بهتر بشناسه، عمیق‌تر بشناسه، و اینجا آگاهگری و مشخصا مارکسیسم پیش میاد. ما بالاخره به این معنی حزب مارکسیستا هستیم، حزب فعالینی هستیم که برای پیروزی در مبارزشون به مارکسیسم احتیاج دارن، و بنابراین آموزش مارکسیسم، آگاهی از حقایق مارکسیستی، و به خصوص در رابطه با همون عرصه معین مبارزه که اون عضو جدید داره پیش میبره کاملا مهم میشه، اساسی میشه، در دستور قرار میگیره، و در قدم بعد در واقع ارتقای اون فرد هست، کسی که عضو شده برای اینکه دنیا رو بهتر بشناسه، عمیق‌تر بشناسه و بتونه مبارزه‌شو بهتر پیش ببره. این به طور خلاصه اون
اهم کارهایی که ما در رابطه با هر عضو باید بکنیم. البته جنبه‌های مختلفی داره، عضو بالاخره میاد عضو یه سازمان حزبی میشه، ما باید بتونیم در درون خود حزب ارتباطات وسیع باش برقرار کنیم، بهش امکان بدیم نظر بده، تو سیاست حزبی سهم باشه، دخالت کنه در فعل و انفعالات درون حزبی، در انتخاب شدنها، انتخاب کردنها، در کمیته‌های حزبی، در تجمعات حزبی، در از تشکیلات شهری اون کشور رو معین گرفته تا پلنوم ها و کنگره ها غیر فعال باشه در داخل کشور. این یک الزامات و به اصطلاح یک شرایط و نقش عمل معینی میخواد در خارج کشور به نحو دیگه ای که الان اینجا فرصت نیست وارد اینها بشم، ولی در حال میخوام بگم یک بخش دیگه این هم این هست که عضو حزب کاملا بتونه دخیل باشه، فعال باشه در تصمیم گیری های حزبی، سیاست گذاری های حزبی و در مکانیزم ها و فعل و انفعالات در اون حزبی. بنابراین به طور خلاصه اگه این بخش آخر رو بخوام بگم، قدم اول برخوردن با یک عضو این هست که اون پراتیک و اون امر عملی معینی که باعث شده عضو بشه اون تسهیل بشه، قوی تر پیش بره، بهتر پیش بره. قدم دوم اینه که آگاهیش بالا بره، بخصوص به مارکسیسم مجهز بشه برای اینکه مبارزه خودش رو بتونه بهتر پیش بره. و قدم و مؤلف سوم این هست که ما تمام تلاشمون رو میکنیم که حزب بتونه هرچه بیشتر در مکانیزم ها، تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها، بحث های درون حزبی فعال و دخالتگر باشه. متشکرم حمید تقوایی، وقت ما تمام شده، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و تو این برنامه شرکت کردید. من هم تشکر میکنم. بله، گفتگوی ما رو با حمید تقوایی شنیدید، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران. با حزب کمونیست تماس بگیرید، با ما فعالیت کنید و همونطور که حمید تقوایی توضیح دادن برای ما بنویسید تو چه عرصه‌ای میخواید فعالیت بکنید و مهمه در تماس تنگاتنگی با ما باشید، آدرس ایمیلتون رو برای ما بفرستید و به این شکل تو برنامه‌های آینده بیشتر در مورد نوع همکاری و فعالیت شما و حزب کمونیست کارگر ایران صحبت و گفتگو خواهیم داشت. وقت برنامه پایان گرفته، برای شما عزیزان شب‌ها و روزهای خوشی رو آرزو می‌کنم.